روی این پست من میخوام یه امضای ساده تا رسیدم به یک امضای سخت رو بهتون مرحله به مرحله بگم. هر کدوم از این امضاها میتونه قابل استفاده باشه برای تمام افراد، حالا اونایی که دوست دارن ساده تر بشه و یا حتی اون امضاشون سخت بشه. از امضای ساده شروع میکنم، توضیح میدم دقت کنید. خب امضای ساده، خب به این صورت میتونیم اینجا هر چیزی، حالا اسم یا فامیل باشه، اضافه کنیم و ببریم به سمت بالا. هر چیزی میتونه اینجا قرار بگیره، میتونه فامیلی شما باشه، به صورت خیلی خلاصه نوشته بشه، یا اینکه حالا به صورت لاتینی بخواید در ادامش بنویسید، مثلا اینجا بخواید هر چیزی اضافه کنید. میشه همین امضا رو یه مقدار سخت ترش کرد، مثلا بگیم امضای متوسط. به چه صورت اقدام کنیم؟ دقیقا همون حالت میاییم، این آوردیم اینجا، این دفعه دیگه سمت بالا میبریم و دیگه چرخش کامل توش پیاده میکنیم به این حالت. باز هم میتونیم اینجا مثلا اسم، فامیلی یا هر چیز دیگه رو قرار بدیم. و اگر بخوایم اینو کاملا حرفه‌ای ترش کنیم، سخت باشه و حرفه‌ای، به این حالت میتونیم انجام بدیم. دقت کنید، همین آوردم اینجا، مرحله بعد چرخشی که گفتم، و در ادامه میتونیم اینو به سمت پایینم بیاریم. خب من اینا رو چون به صورت خیلی آروم براتون کشیدم که آموزش بدم، میتونه با سرعت بیشتر زیباتر هم دیده بشه که براتون یک بار با سرعت بیشتر هم میزنم ببینید و باز توضیحات کاملتر رو خواهم بود. خب یک بار دقت کنید، به این حالت میتونیم این امضا رو بزنیم، یه امضای رسمی و اداری که برای خیلی از افراد میتونه قابل استفاده باشه. به جای نیم من میتونم از فامیلی خودم استفاده کنم. یک بار دیگه میزنم ببینید، به این حالت میتونم فامیلی خودم رو هر جای دیگه دلم بخواد بنویسم، بهترین جا اینجاست. یا حتی میشه از تاریخ استفاده کرد، میتونیم اگر نیاز باشه که از تاریخ استفاده کنیم، میتونیم حالا یا به صورت عمودی یا به صورت افقی جای فامیلی اضافه کنیم. یه بار دیگه حالا میتونم تاریخ رو مثلا امروز 15/6/02 مثلا به این حالت میتونم در ادامهش بنویسم. مراحل امضا رو سعی کنید از قسمت آسون اول تمرین کنید، بخش اول رو مسلط بشید، اگر همون خواستید میتونید استفاده کنید، یا اینکه قسمت دوم تا این بالا رو بیارید و انجام بدید، و در انتها اگر دوست داشتید امضا کامل‌تر داشته باشید، اون امضای حرفه‌ایه بخواید برسید، مراحلی هم که گفتم رو تمرین کنید. حتما حتما ما رو دنبال کنید که آموزش‌های زیادی رو در ادامه خواهیم داشت، و اگر اولین باری که وارد چنلمون میشید، حتما ما رو دنبال کنید که از آموزش‌های جدید اطلاع داشته باشید. حتما هم فیلم‌های قدیمی ما رو هم ببینید، شاید اسم شما هم توی امضایی که طراحی کردیم باشه.